کدوم باشگاهی دیدین بوی سوسیس تخم مرغ بده آقا جون؟ آخه چه کاریه؟ توپل چند تا شد؟ 180 تا. آفرین، حالا 180 درجه میچرخی، تشریف میبری هواخوری. بفرما، خوش اومدی. برو جیگر، برو دلبر، برو عزیزم. داداش گناه داره، دو لقمه هم به بچه میدادین. خب مگه نمیبینی حیف سوسیسا نیست دختر؟ 6 ماه چی نخوره به هیچ جاش بر نمیخوره. پسرم شیرتو بخور. پس بدون من نخواستی صبحونه بخوری؟ مخلص کاپتان، به لطف شما امروز شکم ما سیر شد. بابا بزرگ گفت تو این صبحونه رو خیلی دوست داشتی، گفت صبحونه قهرماناست، گفت اون موقع برای تو هم درست میکرده، برای همین انقدر زورت زیاد شده. دیشب چطور بود؟ اذیتتون که نکرد؟ نه بابا، چه اذیتی؟ اما صبح اذیتش کردم. این چه حرفیه گنش جون، اصلا هم اذیتم نکردی. یه جعبه زیر تختش بود، منم چشمم بهش خورد، اشتباهی درشو وا کردم. به خدا اشتباهی بود. اشتباهی؟ ولش کن، چیز مهمی نبود، فراموشش کن. دقت کردی؟ وقتی پینوکیو دروغ میگفت دماغش دراز میشد، پسر من گوشش قرمز میشه. خب اعتراف کن پسرم، بگو ببینم. چای بریزم؟ خب راستش اشتباهی نبود. درسته. خب از رو فضولی جعبه رو باز کردم، یه دونه عکس تو توش بود، یه چیزی هم نوشته بود، نگاه نکردم به خدا. چشماهو چی کار میکنی؟ حواست جمع کن. ببخشید بابا، چیز مهمی نبود. یه جعبه دارم که عکسای قدیمی رو توش میذارم، از آرتوین. تو هم هستی، داداشم هست، بابام هم هست، سرحاتین هم هستن. ایلولم؟ آره ایلولم هست. خب گفتم بچه ناراحت نشه، روزای قشنگی بود. آره خیلی. چای بریزم قفقاز؟ نه ممنونم، میرم یکم هوا بخورم. اینطوری نگام نکن، سیر شدم، میل ندارم به جای من قهرمانم بخوره. حتما باید بپری وسط. من چی گفتم؟ آخه من حرفی زدم؟ آره ولش کن، براش چای میبرم. سوسیس تخم مرغ خیلی خوشمزه است. بناپا تای زفم باید بلیسی. حداقل چای بخور فرات، هیچی نخوردی. کاش زحمت نمی کشیدی. راستش اصلا میل ندارم چیزی بخورم نسلی. به حرف داداش کارید نباشه، چرت و پرت زیاد میگه، میدونی که حرف ایلولو کشید وسط، باز اوقات تو تلخ کرد. ربطی به ایلول نداره، من از دیشب اوقاتم تلخ شده. فرات خودتو اذیت نکن، یه جوری حلش میکنیم، مگه به همین راحتی هست؟ نسلی وضعیت جدیه، از دادگاه حرف میزدن نشنیدی؟ چی کار کنم؟ کجا برم؟ مستصل شدم. ببین فرات، من یه دوستی دارم که وکیله، شاید بتونه کمک کنه. خودت خوب میدونی که شرایط وکیل گرفتن رو ندارم. آره میدونم، البته که میدونم، ولی حالا فکر اونجاهاشو نکن، خیلی با هم صمیمی هستیم، با همون را میاد. میخوای امروز با هم یه سر بریم پیشش؟ داداشم پیش گنش میمونه. یعنی میگی با وضعیتم را میاد؟ البته که را میاد، من مطمئنم، میگم دوستمه. باشه پس بریم پیشش، بریم باش حرف بزنی. باش. کرم کجا میری؟ به هدفت رسیدی عمه جون؟ دیگه اینجا کار نمیکنه، یه سالن دیگه پیدا میکنه. کرم خواهش میکنم صبر کن، بیا بشین حرف بزنی. دیگه حرفی نمونده، همون تانسل همه ی حرفا رو زد. کرم تانسل بذار بره عزیزم،
دو روز دور خودش میچرخه، وقتی همه در و بروش بسته شدن بر میگرده. خدا میدونه کجا میره، با کیا کار میکنه. تانسل، مگه اخلاقشو نمیدونی؟ هیچی نمیشه عزیزم، به من اعتماد کن. اوف، خسته شدم. متوجهم، واسه همینم به این مسائل کار نداشته باش. خب تا من اجازه ندم، نه تو باشگاهی راش میدن نه استاد پیدا میکنه. خیالت راحت باشه. تو چیزی خوردی؟ حد میزدم قبل از اومدنت با آقا صالح زنگ زدم گفتم برامون یه میز بچینه، رو به دریا پاهامونو دراز میکنیم. اگرم خواستی تو شب پیش هم میشینیم، فقط دریا رو تماشا میکنیم. خیلی فکر خوبیه، اما تو بیمارستان کلی کار دارم، نباید دیر کنه. باشه، بیا من میرسونمت. بیا. خب اول باید بتونیم همه تردیدی که درباره صلاحیت شما تو نگهداری از پسرتون برای بهزیستی پیش اومده رو برطرف کنیم. قبل از همه چیز باید کار پیدا کنین و بیمه بشید و زودتر یه خونه بگیرین. کوچیک و بزرگ بودنش مهم نیست، فقط از اون سالن بوکس در بیاین، چون همچین جایی زندگی کردن برای یه بچه قابل توجیه نیست. خب اگه این کارایی که میگی بکنیم میتونیم گنش رو بگیریم؟ نمیتونم جواب قطعی بدم. راه دیگه ای نداره. در اصل من نمیتونم پسرمو به کسی بدم، گنشو به هیچ کس نمیدم. راستش این فقط یه راه داره. خانومی که شما رو گزارش کرده اسمش چی بود؟ سونا. اون خانوم باید شکایتشو پس بگیره یا توی دادگاه شهادت بده که شرایطتون رو درست کردیم و وضعیت رسیدگیتون به بچه بهتر شده. فقط در اون صورت قاضی پرونده رو میبنده و اجازه میده که حضانت با شما بمونه. به نظرتون این کار ممکنه؟ شاکی شکایتشو پس میگیره یا میتونین راضیش کنین که توی دادگاه به نفع شما شهادت بده؟ سری آپال، چرا قدم میزنی؟ به جان بده. آها، دو بزن، سه راست بزن، کش نرو. چند بار باید بگم؟ اول گارد راست برو، اگه ارزشو داشتی بعد برعکسشو برو. بجو بیا. استاد اون هفته گفتین رو چپ کار کنم. هی گفتم سه هفته قبل، سه هفته پیش. آه، ساعت خواب تا الان کجا بودی تو پسر؟ درست کار کن سرعت، یلا نگاه نکن. راست، چپ، چپ، از رقیب چشم بر ندار. بچرخ زود، اینجوری بخوای کار کنی مردم پای بازی چرتشون میگه. بسه، برو استراحت کن. صفا، تو با بابای این حرف زدی؟ اینجوری که نمیشه، این هنوز بچه. بلشو میگی؟ با دست نشون نده، یواشتر. داره به ما نگاه میکنه، فهمید داریم دربارش حرف میزنیم. اونا رو بکن، مثلا داریم کار میکنیم. باشه، بودو بودو. آهای آهای، اونا رو بکن، کار با کیسه است. پشت، ظفر بیا ببینم به چی زل زدی تو. بیا دیگه، داریم تمرین میکنیم. بزن بزن بزن. آها، آفرین، نزدیک نزدیکتر. نه اینقدر نه، برو عقب. بزن بزن سریعتر. پشت، ببین با فرات حرف زدی تو، وضعیت بچه چی میشه؟ نسلی یه دوست وکیل داره. آها، بزن بزن. اگم اون کمک میکنه. خیلی خوبه، خوشم اومد واقعا. که ظفر تو زور نداری پسر. آخه شد یه بار ازمون تعریف کنی؟ تو کاری کردی که آفرین داشته باشه و من تعریف نکنم ها؟ به چی زل زدین؟ زود باشین، ادامه بدین، شروع کنین. والا استاد، یه عمر تو این سالون میرم میام، اولین باره میبینم پدر و پسر با هم کار میکنین، شوکه شدم. ای قربونه دهنت، هیچ کس هیچی نمیگه، حداقل تو بگو. خدایا من چقدر بدبختم. بسته دیگه، برو سر کارت. شما ادامه بدین. یلا یلا، حرف نباشه، تمرین کنین. یلا تو هم سری بجام، سری تر بجام، این بتر سری تر. کرم، بابا دوست خیلی نزدیکم بود، اما باور کن وقت ندارم، نمیتونم واسات زمان بذارم. خب بذارین خودم بیام اینجا تمرین کنه. متاسفم، برای مسابقات کشوری حاضر میشیم، 6 ماه تمام وقت تو سالن تمرین داریم، 24 ساعته. متاسفم. هلا همون شکری گرفتم، چه خبر؟ مشکلی نیست، خسته نباشی. به سلامت. همه چی رو به راهه، خیالتون راحت باشه. خیلی ممنونم استاد شکری،
اگه امر دیگه ای داشتین؟ اختیار دارین، عرضی ندارم. بازم ممنونم. آخیش، خب بیرکتر علاقالرنی سلاحلانمایی چکمیشکن بیز بوش دورامایز. اگر اوفمار پایتخت دا یپابیلیرسک تون بیلگیه صاحب بولوشاز. آی خدایا، خداوندا، زلم کردین توفای بیشور. روزا با شما سر و کله میزنم، شبا با باباتون. خیلی خوب اومدم. سلام. بفرمایی. مجله بلوک باشی شما این؟ آه بله، شما کی باشی؟ من تانسل باشاکم. بهت که گفتم خیلی صمیمی. دیدی هیچ پولی هم ازمون نخواست. ممنونم نسلی، خیلی زحمت کشیدی. فرات، من همیشه پیشتونم، چه تو چه گنش. همه ی مشکلها حل میشه، نگران نباش. میدونم، بیشتر از برادر تنی خودم در حقم خوبی کردی نسلی، هم تو هم داداشت. من خیلی مدیونتونم، خوشحالم که دارمتون. بهتره بری. آره بریم، حتما داداش اینا هم نگرانمون شده. داداشت اینا؟ داداش و بابا. میدونم سرت خیلی داد و بیداد میکنه، اما فکرش همش پیش شما هاست. صبح به هم گفت برو 16 رو بیدارش کن. میدونی عرض 2 روز برای شده 16. امیدوارم همینطور بمونه. آمین. خب دیگه تو برو سالون، منم میام. کجا میری؟ یه کار کوچیک دارم انجام میدم، میام. باشه فعلا. بازم بابت زحمتی که کشیدی ممنون. خواهش میکنم، کاری نکردم. خلاصه این که مجله خانم، با قفقاز که روبرو شدیم دوباره داغ دل خانواده من تازه شد. نمیخوام بذارم خانوادم نزدیک شه، در اصل این به نفع هممونه. ببخشید اما من نفهمیدم شما چرا اینا رو به من گفتین. این چه ربطی به من داره؟ میدونم که رابطه شما هم خیلی خوب نیست مجله خانم. طبیعیه که نخواین قفقاز و پسرش خونه شما بمونن، به خصوص که بچه مریضه. خب شما هم زندگی خودتونو دارین، بچه هایی که باید بهشون برسین و خیلی مراقبشون باشین، مگه نه؟ اینطور نیست؟ که اینطور. چرا فکر میکنید من اونا رو نمیخوام؟ اگه میخواستین الان اینجا بودن مجله خانم، نه تو اون سالن کهنهی که غرق کثافته. مشکلی خانوادگی داریم بله، اما خب یه سوء تفاهم پیش اومده. همونطور که گفتین برادرزادمون مریضه، هممون ناراحتیم. نگران بچه نباشین، وقتی قفقاز از اینجا بره بهترین دکتر گنش و درمان میکنن، میره تحت حمایت دولت. نگران نباشین. من هنوزم نفهمیدم که چرا دارید اینا رو به من میگین. یه خواهش کوچیک ازتون دارم، میخوام تو دادگاه بگین قفقاز نمیتونه به بچهش برسه، از نظر مالی و روحی و روانی نمیتونه سرپرست خوبی باسش باشه. همین. من اصلا همچین کاری نمیکنم. چرا با داداشم همچین کاری بکنم؟ میل خودتونه مجله خانم، اما اینو بدونین من تو عمرم از هیچ کس خوبی یه طرفه نخواستم. این خوبی کوچیکتونم باعث میشه 10,000 لیر به دست بیارین. ببینین آقا تانسل، مشکلات خانوادگی داریم درسته، اما اینو بدونید مشکل خانوادگی تو خونه خاک میشه. من زنی نیستم که به خاطر یه چندرقاز شوهر و خانوادش رو بفروش. آقا الانم دیگه بهتره که برین، اینجا محله خیلی کوچیکیه، برام حرف درست میشه. باشه، حق با شماست، مزاحمتون شدم. حس میذارم که قبول نمی کنین، اما 1% گفتم سعیمو کرده باشم.
روز بخیر. خوش رفتی. همتون بازیچه یه عمو تانسلین. افسارتون رو دادین دستمون. یه جا مردونگی تو وجودتون نیست. یه ذره غرور داشته باشی. ترسوهای عوضی. میتونین غذای عادی بیمار 119 رو شروع کنین. چشم استاد. جواب آزمایش 216 اومد؟ بله استاد. بفرمایید آزمایش 216. باش. بفرستینش بیوپسی. با بچه ها حرف بزن. بعد از ظهر اتاق عمل کوچیک آماده کنن. باشه. چشم استاد. اگه مورد دیگه ای نیست میرم استراحت کنم. حسی به خانم حالتون چطوره؟ فدات شم. شکر خدا خوب شدم. الان خیلی بهترم. البته به لطف شما دختر خوشگلم. خواهش میکنم حسی بخانم. بعد از ظهر بهتون سر میزنم. و یه دعوتنامه کنگره پزشکی رسیده. باریش این روزا نمیتونم جایی برم. تو یه ایمیل بزن بگو سرم خیلی شلوغه. باشه. چشم استاد. میگم من برم اتاقو حاضر کنم. باشه بعد از ظهر میبینمت. با اجازه استاد. وقت ندارم. هر حرفی داری زودتر بگو برو. بیشتر از برادر تنی خودم در حقم خوبی کردی نسلی. هم تو هم داداشت. من خیلی مدیونتونم. ببینین خانم دکتر، روزی که شما برادرتون از دست دادین منم زنم از دست دادم. اینو به حساب چوب خدا گذاشتم. باعث شدم یکی جونش رو از دست بده. جون عزیز من گرفته شد. من تقاص برادرتون رو با دل و روح و جونم پس دادم. به همسر مرحومم هم قول دادم هیچ وقت پسرم رو تنها نذارم و براش زندگی بسازم. الانم حاضرم جونم رو بدم که بتونم پای قولم وایسم. لطفاً پسرم ازم نگیرین. خواهش میکنم. اصلا التماستون میکنم. خواهش میکنم شکایتتون رو پس بگیرین. دیگه خیلی دیره. روال قانونی شروع شده. خب پس تو دادگاه به نفع من شهادت بدین. نمیخواین چیزی بگین؟ بهش فکر میکنم. به هم زمان بده. من زمان دارم اما پسرم نداره. گفتم که فکر میکنم. الانم لطفاً برو. شدم. الان جمعش میکنم. عیبی نداره. اینجوری با عجله کجا میری؟ من بی خودی اومدم. هیچی. اینا رو میذارم توی انباری. الان میام. نسلی اونا چیه؟ چیز مهمی نیست. چند تا عکس قدیمیه. تو برو تو. منم الان میام. مواکف کرم چیه؟ چی شده؟ چرا اومدی اینجا؟
بگو اینم طوری شده؟ نه امو طوری نشده نه تمیز. مشی دوتا چای بفرست اینجا. امو دومین باره که مزاحمت میشم، ببخشید اما من یه سوال دیگه هم ازت دارم. امو نه من هرچی در مورد اون شب میدونستم بهت گفتم کردم، چیز دیگه ای نمیدونم. صبر کن آروم باش، چیزی که فکر میکنی نیستم، یه سوال دیگه دارم. ممنونم عمو تنسه، با همه یه سالونای شهر حرف زده که منو راه ندن. توی این استانبول به این بزرگی یه دونه سالون نیست که افسارش دست اون نباشه؟ نیست. تو استانبول هیچکی تو روی آقا تانسل وا نمیسته، هیچکی. پس چاره ای نیست. با اجازتون. البته یکی هست. کیم؟ ولی نمیدونم رو تو کار میکنی یا نه، اما یکی رو سراغ دارم. کیه امو؟ بگو باقیش با من. استاد یمان، یمان گونالتای. چطوره؟ پسندیدی؟ خیلی قشنگه. اینو چقدر حساب میکنی؟ اینو چقدر حساب میکنم؟ تو به پولش چی کار داری؟ اگه پسندیدی یه دونم برای تو میدوزم. ولش کن بابا، تازه کجا میخوام اینو بپوشم؟ شاید تو عروسی ما پوشیدی، یا مثلا تو نامزدی خودت. تا نامزدی من هنوز حالا حالا ها مونده جونم، اما اگه خدا بخواد تو عروسی شما اینو میپوشم. آره اینطوری نگو، تا قسمت چی باشه. آره خب درسته، ولی برای ازدواج اول باید یکی تو زندگیت باشه دیگه، و از اونجایی که هیچکی نیست. کسی نیست؟ این دیگه چه سوالیه؟ البته که کسی نیست سلوی، اگه بود بهت میگفتم. میگفتی؟ این تنها چیه؟ هر کی ندونه فکر میکنه منو با کسی دیدی. نسلی چیه؟ ببینم تو چت شده. من اون عکس رو دیدم، عکسای تو و فرات. کدوم عکسا؟ خب همونه که تو جعبه بود. چرا هیچی نگفتی؟ سلوی ببین خواهش میکنم از این جریان به کسی چیز نگی، یا مخصوصا به داداشم. ای دیگه چی؟ باش آروم باش، البته که نمیگم، تو خودت نخوای به هیچ کس نمیگم. چند وقته؟ از وقتی یادم میاد. فرات خبر داره؟ البته که نداره، هیچ وقتم نمیفهمه. چرا؟ برای چی؟ یعنی چی چرا سلوی؟ مگه میشه یه همچین چیزی رو گفت؟ دیوونه شدی یا؟ دختر مگه دوست داشتن گناهه؟ باید بدونه. ببین اگه واقعا دوستش داری برو پیشش و روک بهش بگو. اگه تو بهش نگی یکی میاد و اونو میبره و تو از دستش میدی. حتی تصورشم وحشتناکه از من گفتن. خب اون وقت داداش و بابامو چی کار کنن؟ نمیدونم، اونو شاید عصبانی بشن، اما بذار بفهمن چی میشه. عشق جسارت میخواد نسلیان. اگه واقعا دوستش داری دلتو بزن به دریا. خیلی خوشگلی، آینه رو ببین. کاپیتان تری ناراحت هم میکنی؟ بیا غذا تو بخور، بعد یه تکنیک به یاد نباشه. بفرما بابات اومد. بابا جان. بابا مگه قرار نبود زود بیای؟ کجا بودی؟ گونهش پسر گلم. خب اومدم دیگه، برگشتم. از صبح اومده نشسته اینجا، از جاش تکون نخورده. غذام سفارش دادم اونم نخورد، یه لقمه هم نخورد. تو؟ قفقاز جان، ظفر جان غذا نخورده. گشنت اما نخورد یاره؟ گشنم شد. خب گفتم با هم غذا بخوریم. که اینطور؟
خیلی خوب، باشه پسرم، بیا بریم با هم غذا بخوریم. تو برو، منم میام. بیا فسخری، جریان وکیل چی شد؟ تعریف میکنم، برین تو، همه شو بهت میگم. بیا کادو. بله قفقاز جان. به هم نگو قفقاز. بیا اینجا، کارت دارم. ای بابا بزن دیگه، کجا رفت گاردت ها؟ یه بار دیگه، یکی دیگه بزن. زود باش، زود باش. بابا بیا دیگه، کجا میری؟ عشقم تو شروع کن، منم میام. بگو دومان. آقا تانسل، بسه ای که گفتین رسید، کی تحویلش بدین؟ امشب بیارینش سالون. چشم آقا تانسل. بفرمایین آقا. بسته رو داشته باشین، تو سالن جلوی چش خودم بازش میکنیم. اطاعت میشه قربان. اون مبارزهی که میگفتی هنوز سر جاشه؟ حرفا میزنی یا؟ پس چی؟ شما لب تر کن، هر جا هستی قفسو میارم اونجا. خب جاش امنه، پلیس مولیس نریز اونجا. نه بابا، من که تا حالا ندیدم پای پلیس اونجا باشه. نگران نباش، همچین چیزی بود مگه میذاشتم تو پاد به اونجا برسه؟ خیال تخت باشه، همه چی ردیفه. خب چقدر گیرم یا چقدر میگیرم؟ والا بستگی به آدم و مبارزش داره، یکی 5 میگیره، یکی 10 میگیره. اما تو قفقازی، تو پاد به قفس برسه حسابا قروقاتی میشه. 15 حتی ممکنه 20 هم گیرت بیاد. خیال تخت، یکم فکر کن، این واسه یه مبارزه است، دیگه بقیهش ریز ریز میرسه. بقیه ای نداره، فقط یه بار. آشه قهرمان، هر جور عشقت حرفی نیست، یه بار. بذار بریم اونجا ببین چه حال و هوایی داره، بعدش این مشت آهنی رو بگیر مبارزه اولو برو، بعد خودت نمیتونی ول کنی. یه بار، نه بیشتر. وضعیت امشبش چطوره؟ میتونیم بریم ببینیم؟ باشه، من یه زنگ به کفتر بزنم، با هم هماهنگ بشیم، ببینم چی میگه. ای بابا چه خبره داداش؟ سرتو میزنن، تحتو میزنن، میای اینجا، خبریه؟ با تو کار ندارم، بکش کنار. خیلی ببخشیدا، نه که سالن مال منه، کارت هم مربوط به من میشه. زفر بابا یه لحظه. زفر همه چی رو ردیف میکنم، بهت خبر میدم، تو فقط خودت آماده کن. هله ببینم، مطمئنی دیگه؟ مطمئن، مشکلی نیست. آه برو ببینید چی میخواد قفقاز. اون بچه کلشق بازم پشت اومده اینجا. کی؟ پسر نجدت صوفی. کادو خان خبریه؟ زیادی این ور اون ور با هم پچ پچ میکنی. نه بابا رفیق، وضعیتشو که میدونی، کارو بار نره. گفت تو دوست آشنا زیاد داری، گوشی دستت باشه. تازه دوست قدیمی، مگه گپ نزنیم؟ دوری و دوستی داش، با اون کفشه گلیت هم اینجا رو کثیف نکن، اون روی منم بالا نیار. نه ترس، اون رفیق منم هست، ما اهل نارو نیستیم. آفرین، نباش. استاد یمان، ازت میخوام رو باکسم کار کنی. باز چی باید رود کار کنم؟ که تو سالونت یه قهرمان واقعی مثل بابام نجدت صوفی تربیت شی. چرا نرفتی پیش صاحب سالونی که یه قهرمان واقعی مثل بابات نجدت صوفی رو تربیت کرده؟ رفتم، ولی نخواستن روم کار کنه. آه، حتما یه دلیل منطقی داشته. چی باعث شد فکر کنی رود کار میکنم؟ چون استاد شما هر کاری میکنی که از این سالن یک قهرمان بیاد بیرون.
این چی میخواد؟ میخواد که بابات رو بوکسش کار کنه. ببین جوون، خلاصه بهت میگم، من روی تو کار نمی کنم. برو یه سالن دیگه با یه مربی دیگه. چرا؟ قدرتشو نداری یا سالنت ناقصه؟ و ببین، موضوع نقصای ما نیست، اضافیه توه. تو زیادی عصبی، زیادی لجبازی، زیادی خودخواهی، زیادی هم چاقی. باشه، یه فرصت بهم بده، بذار خودمو بهت ثابت کنم. بهترین بوکسور سالن تو با من بفرست تو رینگ. فقط یه راند. بس زیادی با اعتماد به نفسی. بزرگترین رقیب یه بوکسور اعتماد به نفسشه پسر. کسی نیست که با من بره تو رینگ؟ چی شد؟ هیچ کدوم جرأتشو ندارین؟ آره؟ استاد اجازه بدین جیکسان یه ترتیبشو بدم. بباسدتا استاد، فقط 2 دقیقه اصلا تایم بگیری. یه کلمه دیگه حرف بزنی از سالن میندازمت بیرون. خیلی خوششانسی بچه جون، تبریک. هم همین تو. شاهین پاشا پسرم، برو تو رینگ. شوخی میکنی استاد؟ اینو میفرستی؟ هم قدم هم نیست. آره، تو خیلی اضافه داری. برو ببینم اضافیاتو چطور کنترل میکنی. اگه نتونی اضافیاتو کنترل کنی، قهرمان که سهله، بوکسرم نمیتونی بشی. برو بالا. خدا جون استاد، مال خودته. بوکس. من هنوز شروع نکردم استاد. اما من تموم کردم. بیا. تو برای ما زیادی هستی. برو. موفق باشی. اینجا کجاست؟ اینجا گذشته من و باباته. تو رو میبرم به گذشتم. یعنی موتور زمانه؟ آره، تقریبا همونه. خیلی قشنگی. گذشته قشنگ بود شسته. خیلی قشنگ. بابا خدا بده برکت. هیچ ازش خوشم نمیاد، با همه پدر کشتگی داره. مرتی که یوبس نگاه قهرمان، امشب خوب تماشا کن. اینجا شبیه رینگ مینگ نیست.
قانون مانون هوتوتو مش داره لگدم داره هرچی عشقته بی خط قرمز اما تو غمت نباشه تو قهرمانی دست آهنی تو مش میکنی میخوابونی وسط صورتش میری پولو پارو میکنی بعد ببینم کی میتونه پسرتو بگیر خیالت یادت هی به میگفتی مسابقای بابامو برام تعریف کن خب من تعریف کردنم بده میخوام بهت مسابقای باباتو نشون بدم ببین این سیدیای مسابقای باباته هر کدومو خواستی بردار نگاه کنیم واقعا راست میگی؟ پس چی؟ بردار اینو بذار مسابقه قفقاز و نجدت صوفی نه این نمیشه چرا؟ خودت گفتی هر کدومو خواستم آره گفتم اما بابا تو این بازی نکرده مثلا ببینم آها ببین بیا این مسابقه رو ببینیم مسابقهش با گرجی سلیم ها؟ بابام برنده شو؟ بابات هیچ وقت نباخته همیشه برنده بوده ببین سالون پر پر بود پسرم اصلا جای سوزن انداختن نبود همه تماشاچی ها داد می زدن قفقاز 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 بابات بی نصیب زمین زیر پاش می لرزه اینجام بابات یه مشت به رقیبش می زنه رقیبش می افته زمین همه نفسشون بند میاد منتظرم ببینن طرف از جاش بلند میشه یا نه چه خبره؟ زفر استاد یمان نیست؟ مگه نمیبینی برادر؟ تعطیله. اگه اومدی دعوا کنی دیر اومدی. دعوا نمیکنه. فقط اومدم با استاد حرف بزنم همین. آقا پسر، استاد یمان قبولت نمیکنه. از من به تو گفتم. اگه آشغالی مثل تو رو گرفته منم میگیره. آه خوب گفتی. برای اینکه استاد یمان تو رو بگیره تو هم باس آشغال بشی. قاطی دزد و مجرما بشی. گرفتی؟ بهت گفت که واسه ما زیادی هستی. درسته؟ تو زیادی تمیزی. یه بار چرکیشو بیا یا اصلا نیا این حرف هم یادت نره برو به سلامت یلا خیلی شرمنده آکف معطل شدی بهت نگفتم تو رو فرمون آفتابی نمیشی کرم و سونارم نمیبینی نه باهاشون حرف میزنی آکف اون پیدام کرد من هیچی بهش نگفتم هرچی شما خواسته بودیم بهش گفتم قسم میخورم هیچی نگفتم آقا میدونم آکف آروم باش هیچی به کرم نگفتی باری کلا اعتمادم رو سلب نکردی پس چرا منو به این حال روز انداختین آقا تانسر آقا واسه چی؟ پدرم رو در بردین میدونم تا حالا چی گفتی اما خدا میدونه فردا چی میشه آکه البته فکر کنم دیگه میدونی اگه حرفی بزنی عاقبتش چیه درسته؟ خوب. ها به نظرم برای زخمات برو بیمارستان ها که یه وقت عفونت نکنن یه دوستم که دکتره رو بهت معرفی میکنه حتما دنبالش رو بگیر یه وقت کوتاهی نکنی ها
تو هم دست زیادی سنگینه ها. از دست تو فرات، تو که میخواستی بده اونجا چرا به من خبر ندادی بابا؟ من چه میدونم تو قاطی این کارا شدی؟ وقتی چیزی باعث افتخار نیست قایمش میکنن، تو هم بهم نگفتی. تو چی کار به من داری پسر؟ من آدم میبرم اونجا، هماهنگ میشم، بازی میگیرم، میرم پی کار خودم. اما یه چیزی بهت بگم، فردا پدر و مرتیک کادو رو در میارم، قهرمانی مثل تو رو برداشته برده وسط اون کثافت خونه. من تو خرخره تو کثافت گیر کردم ظفر، از چی حرف میزنی؟ یه قرون ته جیبم نیست، تو سالن میخوابم، یه متر خونه ندارم، پسرم مریضه، اونا ازم میگیرنش میبرنش پرورشگاه. صاحب کن ببینم تو منظورت چیه؟ مبارزه میکنی؟ قفقاز؟ اونجا قانون مانون نداره، کلن غیر قانونیه. هیچ فکر کردی پلیس بریزه اونجا چی کار میکنی؟ اصلا مهلت ندادن به چیزی فکر کنم. داشه گلم، اونجا شبیه رینگای ما نیست، هیچ قانونی نداره، مردم اونجا هم دیگه رو میکشن، میفهمی؟ خواهشان تو دیگه به هم گیر نده. همچین میگه انگار هیچ راهی نداره، همه راه به بنبست رسیده، همه درام تخته شده، کار دیگه هم نمیتونیم بکنیم. بعد پول پیدا کنیم، بعد پول پیدا کنیم، پیدا میکنیم، نمیتونیم پیدا کنیم، از بانک وام میگیریم بابا، اونم نمیشه، با بابام حرف میزنیم یه راه حلی پیدا میکنیم دیگه. بابا چه وامی، چه راه حلی ظفر؟ وضعیت سالونو میدونی؟ من خبر دارم استاد یمان اینجا رو با قسط و قرض میگردونه. از کجا خبر داری؟ اونش مهم نیست. قفقاز فرات، ببین حداقل مشکل خونه حل میشه، مشکل بیخونگیت حل میشه، بعد دیگه بهسیسی هر چقدر میخواد بره و بیاد حلش میکنیم، حل شدنی همین. نمیشه برادر من، نمیخوام سربارتون باشم، من باید خونه پیدا کنم، باید بچم اتاق داشته باشه، باید به بهسیسی ثابت کنم بچم تو رفاهه. تصمیممو گرفتم، فقط یه مسابقه، فقط یه بار تو اون قفس میرم و پول میگیرم. فهمیدی ظفر؟ تموم شد. مجبورم ظفر، مجبورم.